سلام به دوستداران و همراهان عزیز موجی شو. جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران با نام رسمی 2500مین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران به دست کوروش بزرگ نام مجموعه جشن‌هایی است که به مناسبت 2500 سال تاریخ شاهنشاهی ایران و در زمان سلطنت محمد رضا شاه پهلوی از تاریخ 12 تا 16 اکتبر 1971 برابر با 20 مهر تا 24 مهر 1350 در تخت جمشید برگزار شد. در این جشن‌ها سران حکومتی و پادشاهان 69 کشور جهان شرکت کردند و تمدن و تاریخ کهن ایران را عرج نهادند. در این ویدیو نگاهی داریم به تاریخچه جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اما قبلش زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله اول از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. پیشنهاد برگزاری جشن‌ها اولین بار توسط شجاع‌الدین شفا مطرح گردید. برای برگزاری جشن‌ها سازمانی به نام شورای مرکزی جشن‌های شاهنشاهی تأسیس شد. اسدالله علم وزیر دربار وقت هم به عنوان رئیس شورای مرکزی جشن‌ها تعیین شد و سناتور جواد بوشهری هم نیابت علا را بر عهده داشت. جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران در شهر مرودشت و در کنار تخت جمشید با حضور سران کشورهای گوناگون برگزار شد. این میهمانان در خیمه‌های بزرگی که به همین مناسبت سفارش داده شده بود پذیرایی شدند. شرکت فرانسوی مزون جانسن طراحی و دکور خیمه‌های جشن‌های 2500 ساله را بر عهده داشت. زوتنیک لیشکا آهنگساز برجسته اهل چکسلواکی قطعاتی را برای جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران تحت عنوان میراث دوران‌ها ساخته و تنظیم کرده است. آغاز مراسم در پاسارگاد و در جوار آرامگاه کوروش بود که طی آن شاه نطق خود را خواند و سپس سران و پادشاهان 69 کشور جهان به کوروش بزرگ ادای احترام کردند. 10 میلیون بیننده این مراسم را از تلویزیون تماشا کردند. پس از پایان پیام شاه، 101 تیر توپ در آسمان پاسارگاد شلیک شد. تاج گل با شکوهی در پای آرامگاه کوروش نهاده شد. هزینه برگزاری جشن‌ها و ساخت تأسیسات جانبی و بناها معادل حدود 120 میلیون تا 300 میلیون تومان، معادل حدود 22 میلیون دلار با نرخ برابری سال 1350 از سوی منابع مختلف ذکر شده است. البته رقم هزینه شده برای این مراسم به گفته عبدالرضا انصاری که مسئول مستقیم برگزاری جشن بود نزدیک به 200 میلیون تومان بود که 60 میلیون آن از محل کمک بخش مخصوص، 50 میلیون از محل کمک دولتی و بقیه از محل ذخیره دفتر برگزاری جشن‌های شاهنشاهی ایران تأمین شد. برای تأمین هزینه برگزاری جشن‌ها از سال 1339 تا پایان جشن از روش‌های مختلفی استفاده کردید. از جمله صرفه‌جویی در هزینه‌های سازمان‌ها و ادارات دولتی و همچنین تخصیص بودجه به این کار. این در حالی است که ژان لوروریه هزینه جشن‌ها و پروژه‌های عمرانی مرتبط را 500 میلیون دلار و ویلیام شوکراس 300 میلیون دلار برآورد می‌کند. البته این هزینه شامل ساختن بنای یادبود شهیاد در تهران، توسعه زیرساخت مخابراتی شهرستان اسدآباد، توسعه فرودگاه شیراز و ساخت و تجهیز هتل‌های تهران و شیراز و راهسازی نیز بود. در پایان این جشن‌ها 12 میلیون تومان در صندوق کمیته برگزاری جشن‌ها باقی ماند که به تکمیل مسجد اعظم آیت الله بروجردی در قم اختصاص یافت. ادعا شده که در آخرین شب حضور سران کشورها در ایران از رستوران ماکسیم در پاریس سفارش شام داده شده بود. 20 پادشاه و امیر، 5 شهبانو،
21 شاهزاده، 16 رئیس جمهور، 3 نخست وزیر، 4 معاون رئیس جمهور و 69 وزیر خارجه از 69 کشور در مراسم شرکت کردند. از جمله این پادشاهان، امپراتور هایله سلاسی از اتیوپی، پادشاه فردریک نهم دانمارک و ملکه اینگرید، پادشاه بودوئن از بلژیک و ملکه فابیولا، ملک حسین از اردن و شاهزاده منی، پادشاه ماهندرا از نپال و ملکه راتنا، ژان دوک اعظم از لوکزامبورگ و پرنسس جوزفین کارلوته، پادشاه اولاف پنجم نروژ، امیر عیسی ابن سلمان آل خلیفه از بحرین، پادشاه کنستانتین دوم یونان و ملکه آنماری، سلطان قابوس ابن سعید از عمان، عبدالحلیم معظم شاه از مالزی، شیخ زاید ابن سلطان آل نهیان از امارات متحده عربی، پادشاه مولای عبدالله از مراکش و پرنسس لامیا و پادشاه مخوسینی از اسواتینی. در این برنامه ارتش ایران در دوره‌های مختلف تاریخی ایران از برابر شاه و میهمانان رژه رفتند. برنامه با تقدیم نامه‌ای از سوی ملت به شاه ایران به وسیله دو سوار که از مجلس شورای ملی در تهران تا مرودشت را با اسب طی کرده بودند شروع شد. آغاز رژه با به حرکت درآمدن درفش کاویانی در مقابل صف سربازان بود و در ردیف دوم درفش کوروش و ارتش هخامنشی قرار داشت. برج شهیاد به یاد بود جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران در تهران طراحی و ساخته شد. در جریان جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران، منشور حقوق بشر کوروش به رغم مخالفت دولت وقت بریتانیا برای چند روز به ایران آورده شد و به نمایش درآمد. دوستان عزیز، مرسی از این که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.